ما یاد گرفتیم که جهت ایجاد یک کامپوزیشن جدید با کلیک بر روی سربرگ کامپوزیشن و انتخاب نیو کامپوزیشن میتونیم یک کامپوزیشن جدید ایجاد کنیم. در آموزش قبلی هم ما اینجا یک کامپوزیشن با نام آموزش 365.ir ایجاد کردیم. حالا میخوام این کامپوزیشن رو حذف کنم. روی کامپوزیشن کلیک میکنم و کلید دیلت از صفحه کلید یا این دیلت سیلکت پروژکت رو انتخاب میکنم. کامپوزیشنی که ایجاد کردیم اینجا برامون حذف میشه. حالا از قسمت فوتج من این فایل رو میخوام وارد بخش تایملاین برنامه کنم. اما میخوام کامپوزیشنم بر اساس اطلاعات این فایلم بیاد. برای اینکه یک کامپوزیشن با توجه به اطلاعات این فایل من ایجاد کنم، این فایل رو میکشم روی دکمه Create a new composition. هم یک کامپوزیشن برای من با همون نام ایجاد میشه، هم اون فایل با اون اطلاعات تو بخش تایملاین برامون قرار میگیره. کلیه اطلاعات این فایل اینجا برامون یک کامپوزیشن شد و حتی بازه زمانی اون که 10 ثانیه و 20 صدم ثانیه هست اینجا برامون قرار گرفته. حالا من میخوام این لایه رو هم بیارم تو بخش تایملاین. با درگ و کشیدن میارم تو ردیف اول قرار میدم. من تصمیم دارم این فایل رو بکشم جلو و این فایل هم اینجا باشه. از طرفی چون کامپوزیشن من اینجا رو 10 ثانیه تنظیم شده، رو بازه 10 ثانیه تنظیم شده، فایل من خورده میشه. من لازمه که این مقدار بازه تایملاینم رو بیشتر کنم. تقریبا اگر به اندازه 12 ثانیه ایجاد کنم کافیه. برای اینکه بتونم تغییراتی تو کامپوزیشنمون ایجاد کنیم، میتونیم روی اون کامپوزیشنمون که توی بخش تایملاینمون قرار دادیم کلیک میکنیم. در قسمت کامپوزیشن، کامپوزیشن ستینگ رو داریم. روی کامپوزیشن ستینگ کلیک میکنیم. میبینیم اینجا که مقدار دیوریشن 10 ثانیه و 20 صدم ثانیه تعریف شده. مقدار 10 رو به 12 تغییر میدیم و یه دکمه اوکی کلیک میکنیم. اگر اینجا دقت کنیم، مقدار تایملاینمون به 12 ثانیه تغییر پیدا کرد. حالا میتونیم این فایل رو خیلی راحت به سمت جلو انتقال بدیم و این دوتا لایه رو با همدیگه مچ کنیم. اگر من کلید شیفت از صفحه کلید رو بگیرم بعد لایه‌ام حرکت بدم، دقیقا میام روی همین نقطه اسپن میشم. برای دقت کار میتونم این خط زمان رو توی نقطه قرار بدم و زوم کنم و میتونم دقیقا ببینم که چطوری دوتا سربرگم با همدیگه مچ شدن. حالا اگر خط زمان رو تو ابتدا قرار بدم و میتونم در سربرگ استاندارد از قسمت پریویو روی دکمه پلی کلیک کنم. میبینیم که چطوری بعد از اولین لایه سریعا روی لایه دیگه برامون ویدیومون نشون داده شد.